زود به همه یاران و دوستان آینی بهی دوستان من فرد هیربرد از اکادمی پاسارگاد امروز با لایو دیگری در خدمت دوستان عزیز هستم امروز میخوام کتاب بسیار ارزشمندی رو در زمینه یه مت پهلوی است به ماتیکان گوجستک عبالیش رو به شما دوستان معرفی کنم و بررسی کنیم اهمیت این کتاب به خاطر این هستش که در واقع موبد آزاد که موبد موبدان در دوران معمون عباسی هستش به پرسش های شخصی به نام عبالیش در زمین مسائل دینی و فقه زرتشتی پاسخ میدن حالا میخوام این شخص عبالیش کی بوده و اصلا این کتاب چی؟ خب کتاب ماتیکان کما از مادیان میاد به نام قانون که یک کلمه پهلوی است گوجستک گوجسته یعنی نفرین شده مثل, اسکندر، مثل اسکندر گوجستک ابالیش از کلمه ابو ابا یا ابو یعنی پدر ابالیش لیش بعضی میگن این یه اصطلاح عربی بوده یا واژه عربی بوده برای شخصی نامشخص که نو مسلمان بوده یعنی نوکش محس... تازه کانور شده به آین م... اسلام و پرسش های اومده مطرح کرده از در واقع موبد آزار فرمبر فراخ سادم خب حالا بریم مقدمه کتاب ببینیم چی میگوید در زمینه این رساله خب میگوید رساله پهلوی ماتیکان گوجسته ابالیش دارای 1200 واژه پهلوی است و ماجرای گفتگو بین عبالیش و موبد زرتشتی به نام آذر پسر فرخزادان است که در دربار معمون عباسی انجام پذیرفته و در آن جلسه بزرگان مسیحی و مسلمان و قاضی دربار هم حضور داشتند. بعضی میگن اون شخص خود شخص معمون عباسی بوده. عبالیش که در این رساله زندیق یا زندیق خوانده شده، هفت پرسش به ایراد را از آذر درباره دین زرتشت میپرسند. و از به پرزش های او پاسخ میگوید و باعث مسئلت معمول میگرد عبالی سرفکنده از دربار رانده می شود از دیدگاه نام های ایرانی عبالی نمی توان واژه پارسی پنداش در نگارش پهلوی این واژه به گناه مختلفی خانده می شود ابال، ابالیا، عبالی، عباله، عبالیش یا ابالیس. برخی از پسجویندگان این واژه ابله هم معنا کردند دکتر پرویز خانلری این نام ها را عبدالله خانده به داشت یا یوستی یا جوستی واژه ابالیس همان نام یونانی اباریس است ولی این واژه باید ریشه ابلیس عربی گرفته شده باشد چون زرتشتیان آن زمان ابالیش را جز خود نمی‌شمردند بدین روی به او عنوان گجستگ یعنی ملعون را داده بودند که در مورد اسکندر و اهریمن نیز به کار رفته است اما از که نامش در این نوشته آمده از پیشوایان مزیستان بوده که در نوشته های پهلوی به ویژه دادستان دینیک و شکند گمانیک ویچار به عنوان مقدس و دانشمند و بزرگترین پیشوای بهدین آن یاد گردیده و چنین برمیآید که در قرن هشتم تا اوایل قرن نهم میلادی میزیسته است و بیگمان این رساله یعنی ماتیکان گجسته گربالیش هم از نوشته های وی میباشد در کتاب فرزانگان زرتشتی از, نوش... از, رشید شهرمردان کتاب بسیار مهمی هستش که من پی دی رو هم دارم و در نشست های بعدی بررسی می چون هم در زمین تاریخ پارسیان صحبت میکنه و هم در زمینه فرزانگان زرتاشت. معلف و گردآورنده بخش مهم دینکرد را آزافران می میدانه که با منوچه معاصر بوده و در زمان معمون در حضور وی با ابالیش مباحثات مذهبی است. زمان این گفتگو می توان در حدود 198 تا 218 هجری یعنی زمان خلافت معمون در بغداد دانست و نیز می تواند را در حدود 202 هجری برابر 828 میلادی یعنی زمانی که معمون پس از مرگ وزیرش فضل امن که بیشتر به مباحثات مذهبی می گذرانیده گمان نمود نیز یکی از نویسندگان اسلامی به نام ابوالمعالی محمد بن الله که در نیمه قرن 11 میلادی میزیسته در کتاب بینال الادیان داستانی را بیان می‌دارد که همانند گفته در گجستای حوالیش با آذرفرنبغ است ولی معلف مسلمان به سبب دوگانگی دید دینی از مباحثه نتیجه برخلاف میگردد یعنی مرد مانوی در پاسخ فرو مانده و به فرمان معمون کشته می‌شود با می این خیلی میگن این حوالی شد مانوی باشه و چون این گفتگو با مناظره گذشته که عبالیش و در آزفرنبق نزدیکی و همسانی دارد با هم آن را هم میخوانیم به روزگان معمون چنان بود که دستوری داده بود تا پیش او همه مذهبها را مناظره کردندی تا مردمی تا مردی بیامد متکلم که مذهب سنوی یا مانوی داشت و بر این مذهب مناظره میکرد بعضی خب مانوی را مانند مذهب زرتشتی جز مذهب سنویت میدونن که حالا من خیلی بحث من نمیخوام وارد بحث بشم به بفرمود متکلمان و فقهای اسلام را جمع آوردند از جهت مناظره او آن مرد چون در سخن آمد گفت عاملی بینم بر خیر و شر و نور و ظلمت و نیک و بد و هر آینه هر یک از از داد باید که سانه دیگر باشد چه خرد واجب نکند که یک سانه نیکی کند و همو بدی کند و مانند این صحبت ها گفتن گرفت از اهل مجلس بانک برخواست یا امیرالمؤمنین با چنین کس مناظره جز به شمشیر نباید کرد پس معمون یک زمان خاموش بود آنگاه از او پرسید که مذهب چیست جواب داد که مذهب آن است که سانه دو است یکی سانه خیر و یکی سانه شر و هر یکی از فعل و سن او پیداست آنکه خیر کند شر نکند و آنکه شر کند خیر نکند معمون گفت هر دو به افعال خود قادرند یا آجز جواب داد که هر دو به افعال خیش قادرند و سانه هرگیز آجز نباشد معمون گفت الله و اکبر سانه خیر خواهد که به با او, با او باشد و سانه شر نباشد یا سانه شر خواهد که سانه خیر نباشد بخواست و مراد ایشان باشد یا نی گفت نباشد و یکی را بر دیگری دست نیست معمون گفت پس عجز هر یکی از این دو ظاهر گشت و آجزی خدای را نباشد آن مانوی متحیر ماند آنگاه فرمود تا او را کشتن همگان بر معمون سنا گفتن یعنی دعا کردند. باید دانست که در دا ادبیات مزدیستان از این گونه رسالات گفتاری و مباحثی بسیار یافت همین گردد به جز این رساله در کتاب پنجم دین کرده از... که از آزفرن بخه هست میدونیم 33 پرسش به بخت ماری که به دین ترسایی و مسیحی گرویده بود در مناظره پاسخ داد و حریف از پاسخگویی بازمان و همچنین نوشه های پارسی در دست است که میتوان این گونه مناظره ها را در آنها پیدا نمود همانند کتاب سیاستنامه نگاشه خارج نظام الملک توسی که در مباحثه این زرتشتی با مزدک بام دادن در آن اشاره شده است این مزدک بام دادن فهم میکنه با مزدک در واقع محسس دین مزدکی آین مزدکی این یه شخص دیگه بوده در دوره قرن از سوم هجری میزیسته و نیز دو متن دیگر پارسی هم در این زمینه در دست است یکی مباحثه بین دستور زرتشتی و فقیه مسلمان درباره هورمز و و دیگری رساله با نام علمای اسلام رساله ماتیکان گجسته که برای نخستین بار متن پهلوی به پازان نام به وسیله خاورشناس نامی بارتولومه به فرانسه در سال 1888 میلادی چاپ و نشر است. و در سال 1936 میلادی برای بار دوم به عنوان به وسیله انکساریا ساریا با یادداشت‌ها و ترجمه انگلیسی به وسیله هومی چاچا که از پارسیان هست به چاپ رسید و برگردان پارسیان به وسیله صادق هدایت در سال 1318 خورشیدی در تهران متشکرم اکنون نگارنده این رساله را از روی متن پهلویان به پارسی برگردانیده و کوشش کردم که واجب به واجب برگردینه شود تا خوب گوهری متن بر جای نماند خب این در واقع مقدمه ای بوده از خود در واقع مترجم در واقع برگرداننده خب ما برای نمونه در صفحه 14 اولین بند این رساله را که در واقع پهلویش هست رو پرفریم ویسی و آمانه میکنیم و, میکنی و بعدش دیگه فقط خود معنی کتاب رو میخونیم خب پت نام یزدان ببینید در واقع پت نام یزدان که میشه به نام یزدان حالا بخوایم اگه خود کلمه رو میشه پت این پت هست چون میدونیم که خط پهلوی در واقع از راست به چرم نوشته میشه دست بله و در واقع سرهم بوده و خلاف خط اوستایی که در واقع در واقع حروف جداگونه نگاشته میشده خط پهلوی در واقع حروفش سرهم هستش پت نام یزدان کیرپاگاران که میشه کرفگاران یا کرفگران ایدون گوند که گجستک عبالی زندیک ایدون گویند که گجستگ عبالیش و اباله زندیک هگستغ بور مرته و رووند دوست بود مد نیک روان دوست بود و روزی گرسنه و تشنه بود روک گرسگ کموشی کم گرسنه تشنه که میشه تشنه او استاگ گس ای پست مت کوک گیرم که میگه به آتشگاه پشت آمد یعنی رفت که واج گیرم یعنی صحبت کنم آنجا کسی نبود که واج دادی و بیرون بی آمد و مردی که خب و دست که او بیرون به مت, مت یا مد او مدی که یا مدی که قسم پت تن ماهمان بود پاتورک مت اوس یا اخ اوت گفت که اش اپایت یا اپایات ان ورزیتن او پت ان آی مرتوم نویکر و مردی که خش به تن مهمان بود به پذیره یعنی استقبال او آمد او گفت که چرا باید این گونه ورزیدن و به آن مردم نیکی کامه بودن که مردی چون تو فراز رسد او را واجی ندهد و سست خار بیازار دارند خب و از این نویشن کماک بوتان که مرت ا سیچون او فراک راست اوس یا او اوش وک ان دهنت اوش سوس او خاورد ان انا ازارم دارند خب ما دیگه صرف نظر میکنیم از آبا نویسی و حرف نویسی میرسیم به مد خب اول نخست دین حرمز نام بود منش یا اندیشه او آشفت و خشم اندر تن دور است او دست از کار کرفه یعنی یزشت یزشن یزدان کردن که میدونیم که یزشخانی خانی یعنی اینکه که به امرای گاتاخانی هستش که در وسط موبدان انجام میشه به امرای واجگه هم بازداشت راه بغداد و درگاه امیر المومنین پیش گرفت تا با همگی دانایان بهدینان و تازیکان یا تازیان یهودان یعنی یهودیان ترسایان یعنی مسیحیان پارس ای ایا یا ایوزیند یعنی مباحثه و مجادله کنند و معمون امیرالمؤمنین فرمود که همگی دانایان خیش و آن نیست که یهودان ترسایان به پیش خواستند تا با عباله یعنی در واقع با همون شخص عبالیش پس از فرمان امیرالمؤمنین آزفرن و فرخزادان چون خوب دینان پیشوا بود کادی بزرگ فرماندار و خود من مهمون و عباله با هم نشستند و عباله گفت که موبد نخست تو پرسی یا من موبد گفت تو پرس تا من ویچارم یعنی تو بپرس تا من جواب بدم پرسید گجستک عباله که موبد آتش موبد آ و آتش را که آفرید یعنی میگه که آب و آتش را که آفرید موبد گفت اورمز یعنی اورمز عباله گفت و چرا هم را زننده و تباه کننده موبد گفت آگاه دانشی بود که هیچ چیزش نیست که اورمز خدای فراز آفرید و گجسته گهریمند دروند یعنی اینکه میگه که منظورش اینه که اهورامزدا این دنیا رو آفرید و اهریمن به تباهی دنیا پرداخت پس اینکه میگه که, می که در جواب اون شخص میگه که چرا هم چرا او رامزا هم خراب میسازه و هم تباه میکنه میگه که اهورامزدا تباه نمیکنه بلکه این اهریمن است که تباه میکنه در واقع جواب این پرسش اولا اولیش این اینجوری میده بهش پتیاره نبرد همچنین با آب آتش خ... یعنی رطوبت خویدی به آب و سوزندگی به آتش داد چون به هم رسند آن دروج این یعنی دروغ که با آتش است به آب رسد همانند پدر و پسر که ایشان را هر یک دشمنی هست و ایشان را گرفتار دارند چون به هم رسند آن دشمنی که با پدر است پسر را زند نشاید گفتند که پدر به پسر خیش زنش کند معمون امیر آن سخن پسندید و به خوب داشت و رامش بسیار پذیرفت گجسته که این پرسید که اینجا نشون میده که خلیفه معمون خیلی خوشحال شد از پاسخی که این در واقع دومین پاسخی هستش که آزافران با سادن به عبالیش داره میده پرسید که سومین حالا پرسش که آب آتش سوزنده که ایشان را زنند چون میدونم آب آتش گناه آن بیشتر است از آن که ایشان نسا بهش ریزن یعنی به جای ماندد موبت پاسخ داد آب با آتش بردند همان است چون گاوی یا اسبی را که از رمه خیش بیرون باورند منچ پر پاسخ جالبی میگه وقتی تو آب رو آتش میریزی مثل این هستش که گاوی رو یا اسبی رو از در واقع رمه خودش یعنی از گله خودش خارج میکنی به رمه گوسپندان برند یعنی از گاو از رمه گوسفندان گاو میبری به از رمه از رمه گاو گوسفندان و آنجا گیاه و خورش بیایند و پناهی ازش کنند و چون نسا بهش برند چون که او را به رمه شیران یا گرگان برند و اوشان را زنند و کشتند به او بارند یعنی بر ایدند معمون امیرالمومنین پسندید. اینجا دوباره نشون میده که خلیفه امیرالمومنین دوباره پسندید. چرا؟ چون داره میگه که آب و آتش از دو دسته جدا هستند. تو وقتی آب رو رو آتش میریزی در واقع داری دو تا امر متضاد رو با هم دیگه ترکیب میکنی بخاطر خاطر ترکیب عناصر یا آخشیش در آینه زرتوش گناه هستش چون داره که مثل داره تشبیه می‌کنه یعنی مثل اینکه از یک گاوی رو ببری توی قاطی گوسفندان کنی یا گوسفندی رو ببری تحویل گرگان بدی یا تحویل شیران بدی بنابراین نباید چیز رو آتیش ریخت یعنی آتش رو در واقع آلوده یا پالوده کرد خب دوباره میره سوال بعدی سه دیگر پرسیدن که یعنی سال سوم که زخم و پادفره یعنی پادفره يعني پاداش که به مردم کنند هرمز فرماید یا اهریمن چه ایند که زنش و کشتند و زخم و پادفره پسانگاهشان خدایان برای گناه به مردمان کنند و دست برند به چوب زنند پس آنگاهشان فرمان اهریمن کرده باشد که ایشان یعنی مردم را اهورامزا پادفره کند به کدام خرد سزد باوریدن و اگر اورمز پادفره فرمود پس آنگاه ما را از اهریمن درماندگی نیست موبت پاسخ گفت دادستان یعنی اینکه قاضی این آنگونه همانند است چون فرزندی که انگشت او را ماری گزید و پدر برای اینکه زهر به همه تن او نرسد فرزند نمیراد یعنی نمیرد انگشت فرزند را برید پدر را نه نادان و دشمن نباید پنداشتن بلکه دانا و دوست باشد همان گونه که موبدان دستوران و داوران را بلکه دوست و نیک کامه باید پنداشتن چون مردمان گناه کنند و روان ریش کنند و راه بهترین زندگی یعنی بهشت جاده آن را بر خود ببندند گیتیان یعنی جسمانیان یا میدیم که دو جهان داریم گیتی و جهان گیتی که میشه جهان مادی و مینوی میشه معنوی آنان را پادفرح کنند یعنی پاداشتن که روان ایشان به دست دیوان و دورورجان برساد مرساد یعنی به دست دیوان و دروکان ها نرساد معمون شگفت پسندیدن یعنی افد شگفت پسندیدن خب اینجا دوباره تشبیهش اینه که در مورد این پرسش سوم میگه که در واقع چی پرسید اولیش؟ اولیش اینو پرسید که وقتی که مثلا میگه که اگه یه شخصی میاد مردم رو رهبری نادرست میکنه یعنی در واقع یک تباهی رو داره در, مردم در بین مردمان ایجاد میکنه یا در بین جامعه ایجاد میکنه که اون که خوی اهلی منی داشته باشه آیا اون باید پاداش یعنی آیا و ممکنه پاداش رو هم بگیره پس چگونه هستش که ما میگیم که به سزای خودش در این جهان خواهد رسید و اگر شخصی که دزدی بکنه یا قارت بکنه اونو چوب میزنن پس چگونه است که ممکنه به او پادفره بدن یعنی این در واقع داره یک نوع چلنجی میکنه با موبد از فرمان در زمینه اینکه گاهی وقتا تعبیر بی در جامعه هستش و ممکنه اون کسی که کار درست رو انجام میده در واقع پادفره خودش رو نگیره که موبدن به درستی رو میده و میگه که خب این وظیفه موبدان و دستوران و داوران هستش که اگر شخص مثل اون اونه که مثلا کسی که در واقع انگشتش رو قطع میکنن به خاطر اینکه زهر به تمام بدن رسیده در واقع گسترش پیدا نکنه موبد هم یا, یا دستوران هم یا داوران هم که وظیفه ارشاد جامعه دینی رو برده دارن باید این کار رو انجام بدن و اون شخصی که ممکنه گزندی به جامعه وارد بکنه رو جدا بکنن از دیگر جامعه که این تباهی بیشتر نشه ولی میگه که ممکنه در جهان مین در واقع در جهان گیتوی یعنی در جهان مادی ممکنه اون پاداش خودش نگیره ولی ممکنه که این پاداش رو پاداش رو در واقع در جهان مینوی یا معنوی بگیره خب سوال چهارم چهارم این پرسید که دست به گمیز شستن گمیز یعنی ادرار اداد گاو پاکتر است یا به آب چه اگر گمیز پاکتر است دیگر بار به با آب نسزد شستن البته این ما در بحث وندیدادی میگیم که چون گمیز جایدار گاو در اون زمان خاصیت در واقع ثابت شده که خاصیت اسیدیتی داره و در خاصیت سود ضد افونی کننده داشته در اون زمان هم مواد شوینده نبوده بنابراین بهترین مادهی که میتونستن برای شستشوی و رو ازش را استفاده کنن گمیز بوده حالا داره اینو میگه که اگر آب پاک چرا ما با از گمیز استفاده میکنیم موبت گفت شما چون اندر خانه سرگین چیزی که گندمی و یعنی گندی و ریمن گداید خیشتن بدید یا به بندگان فرمایی تا ببرند خب این در آخر تمثیل جالبی داره میگه میگه که ممکنه در خونه شما یه ماده گندیده داشته باشه یعنی که مثلا کل خونه رو افونی کنه مثل حشرات موزی و فلان خب این مادر از یعنی میگه که این مادر خارج نمی کنی از خونه چون اگر خارج نکنیم که کل خونه به تباهی و گندیدگی در واقع بیانجامه این در واقع تمثیل اون هستش که ما گومیز رو برای این استفاده میکنیم که در واقع خاصیت ضد کننده داره و میتونیم در واقع میکروب رو خب اون موقعی که دانش میکروب میکروب مایکروبیولوژی نداشتن ولی خب یه چیزی تشبیه میکردن که اون ماده گندیده اون میکروب هستش که ممکنه میکروب در واقع بیا چیکار کنه کل بدن شما رو آلوده بکنه یا کل خانه شما رو آلوده بکنه این در واقع تشبیه کرده بدن انسان رو به خانه عباله و معمون امین المؤمنین کادی گفتن که هیچ چیز با آن آین هر کس به بنده فرمایدن پرهیختن یا پرهیختن موبت گفت که ما به شب چون درود نسر سروج به تن رسد نخست با آن گمیز یا با آب تن تخم یعنی تم تمومه یا, ت... یا همون تیمم که همون حالا در آین اسلامی تیمم رسیده فرمایین بردن نه به آب اویجه یا خالص پاک از این روی که در واقع نسروش بتن هر کس به هر رسد و هر کس داستان از چه یهودان تازیکان ترسایان هر کس بام داد چون از بسر برخیزت دست روش نش... بشوید نماز ایستد ستایش یزدان کند و دست به هیچ چش خورش به کار نگیرد و اگر کس گیرد او را گناهها و نادان دارند ممنون اما این پسندی چه خوب داشت و برامش بسیار پذیرفت پس در واقع موبایل اینجور جواب میده که وظیفه هر بهتین است که وقتی که از خواب برمیخیزه بامدادان در واقع دست صورت خوش بشویه و چون نمازم ماده ضد دفع کننده یا ماده شوینده نبوده از گمی جایدار گاب استفاده میشده برای اینکه در واقع پالایش بدن صورت بگیره و از آلودگی ها خودمون رو در واقع کنیم جدا بکن. می که میگه که این اینجا مشاره میکنه که این قانون طبیعتا در همه ادیان هستش در یهود هست در مسیح هست در اسلام هست و حتی اشاره میکنه که به چیزی هستش که تمام به ساب انسان ها اون رو پذیرفتن که این کار باید انجام بشه و کاری در واقع جزء یکی از عرفای جامعه است. من اینجا داره اشاره میکنه که آب خالص و پاک اون مواد شویندگی درش نیست اون موقع میدونستن که آب خالص در واقع خاصیت شویندگی نداره برای اینکه خاصیت شویندگی افزایش بدیم باید از گومیز استفاده کنیم خب یه خیلی روی نمی پردازیم پنجم سال پنجم پنجم این پرسید که نماز به آتش به بردن و یا آیفت ازش خواستند که ده به من ای آذر اورمه است پسر تیز خاری تیز سرایشی و تیز زیوشنی که چگونه این است که آتش خود ایدون نظار و ناتوان و در بیشه تنگ دست که چون مردم روزی خورش هیزم به او ندهند بمیرد از او که به خیشتن نشاید آیفت از او آیفت خواستن خردمندانه نیست خب منظورش اینه که داریم یه که این چه قانونی هستش که ما باید در روز حالا اون زمان در زمان و ساسانه مطابق به هر روز ما با آتش خورش بدیم خورش و آتش یا خوراک دادن با آتش منظور خوشبو کردن آتش هستش توسط چوبای صندل و در واقع هیزوم های پاک که توسط موبدان معمولا این کار انجام میشه تربانان یا آزرگانان و خود مردم هم میتونن درش هم حضور باشن یعنی در واقع شرکت بکنن و میگویدش که چه این چه قانونی هستش که باید همه مردم ها این کار رو انجام و اگه ندیم مثلا آیا دوچار گناه شدیم و یا هر روز انجام بدیم منظورش اینه پرسشش به این صورت هست موبت گفت که دادستان این گونه همان است چون شهرستانی که همه گونه پیشور اندر او آهند آهنگر و کفشگر و درودگر و در زیر کفشگار از آهنگر خواهش کنند که آهنگر که در سفزار مرا به ویرایی آماده کن تا من موزه یا کفش تو را خوب درست کنم کفشگر موزه در زیر در روز در زی جامعه کفشگر ویرایید همان گونه آتش به تن کردگی نیازمند است به ما و به ونداد زهور و بوج و هیزان و ما نیز به مینو کرداری به زدن دروج نامرئی چون بیماری و تبا آفت و خشم نیازمندی با آتش همون گونه که خدایان نیازمندن به بندگان بندگان نیازمندن به خدایان و معمونم میرن پسندید به خوب داشت رامش بسیار ازش بزید خب اینم جواب بسیار معقولیه چون میگی که همون گونه که انسان ها نیازمندن که در... اصلا میگه که فلسفه پیدایش شغل از کجا میاد چون انسان ها به نیاز نیازهای اولی نیازمندن مثلا خوراک پوشاک و مسکن خب نمونهش مثلا اینجا فوکس رو پوشاک خب پوشاک مثلا بایستی بافندهی باشه که لباس رو بدوزه کفشگری باشه که کفش رو بدوزه آهنگری باشه که بیاد این فلزی که با کفش که ازش استفاده کنه مثلا به عنوان پاشن کفش رو بسازه پس میبینیم که مثلا شغل آهنگری قبل از شغل کفشگری مثلا به وجود میاد یا درودگر که مثلا نجاری باشه که بیاد حالا مثلا چرم رو آماده بکنه برای کفش که کفشگر بیاد از آهنگر و درودگر متریال رو بگیره و این در واقع هم در مورد فلسفه ای ایجاد شغل ها به وجود در واقع بحث میکنه که چرا شغل ها به وجود میان بر اساس نیازهای انسان ها و چرا انسان اصلا نیازمند میشه به مثلا پوشاک یا به کفش به خاطر اینکه خودش رو بپوشونه تا از گزند در واقع بیماری ها یا حالا میکروب هایی که در دور برش در امان بمونه اینجا داره توجیح در واقع تشبیه میکنه آتش رو به بدن انسان دوباره تشبیهاتش خیلی جالبه ها یعنی میگه که همینجوری که بدن انسان رو باید پوشیده بشه آتش هم باید پوشیده بشه حالا آتش چی پوشیده میشه یا معطر میشه یا در واقع زدوفونی میشه توسط خوراکش که این خوراک اون زمان حالا ظاهرا ظهر و بوی و هیزوم بوده که هیزوم همون در واقع چوب سندل هستش بوی هم که میدونیم که او در واقع کندور کیکی کی هستش که بر روی آتش ریخته میشه تا بوی خوش در واقع ازش متساعد بشه و ظهر هم که در واقع همون همازور یا آپرینگونی که بوده که در واقع آتش درش قرار میگرفت خب پرسش سوم ششم این پرسید که این روشن پیداست که هر کس همادادستان است که تن اشوان فرارون کش کنشان پاکتر و عویجتر است که از آن دروندان گناهکاران شما گویید که نسا دروندان انیران گناهکاران پاکتر که از آن اشوان و این بیچم یعنی بیدلیل و ناپذیرفته است موبت گفت که همون گونه یا همانگاه یا هنو, هنو گوشیده این چیز نه ایدون چون شما اندیشید چه دروندان که بمیرند آن دروج که به زندگی با ایشان بود ایشان را گیرد به دوزخ ایشان را رهبری کند نزدیک اهریمن نصاب و دروج نیست او پاک است و اشوان فرارون کشنان چون به یعنی بمیرند اما امشاسپندان روان ایشان را گیرند به پذیرند باز به پیش اورمز خدای برند آن دروج نصف شد که با نسا بود به خانه تن مهمان بود وان نسا را ریمن کند همانند دشمنی که به شهرستانی آمد و اگر شان یا اگر ایشان را شهریار آن شهرستان به دست گیر آید گیرد بندد نزدیک شهریار خیش برد و اگر شان شهریار آن شهرستان گرفتن نتوان نتوان بکنند نامیدانه یا نامیدوارانه به همون شهرستان اندر شوند داخل شوند و شهرستان را ویران کنند معمون امیرالمؤمنین چون آن سخن اشنود و شنود بسیار پسندید و شگفت نماید یعنی افت هست خب پرسش شیشم هم این هستش که میگه که چگونه قابل پذیرش هستش که تن عشوان یعنی اونایی که کارهای نیک انجام میدن نیک کاران به بهش مینه و تن گنهکاران یعنی دروجان یا دوروندان به جهنم میره البته خب ما مفهوم بهش و جهنم در آین زرتاشت همچنان ادیام سامی نداریم یعنی در آین زرتاشت ما نمیگیم بهش و جهنم بلکه به خاطر اینکه ما میگیم که مکانی هستش که پادفره و پاداش نیک و بدی داده میشه حالا در واقع در نه در گاتا اومده معنایی که در واقع بهش جهنم و نه در خود در واقع متون بعدی اوستایی در و حتی متون پهلوی اشاره شده به بهش جهنم و ما مو به بعد در واقع داره میگه که داره این توشی میگه در مورد جهان مینوی میگه به حال جایی هستش که این به رسیدگی بشه به پاداش و پادفره افراد <تص> و اینجا که دوباره تشبیه کرد که مثل این هستش که مثلا یه دزدی در واقع وارد شهری میشه و اگر شهری یعنی پادشاه اون شهر نتونه در واقع اون دوزد اسیر بکنه و به پاد در واقع پادفرهش بده در واقع اون دوز ممکن از اون شهر فرار بکنه و شهرستان ویران بکنه پس نشون میده که دلیل اینکه ما میگیم به سرنوشتی یا فرجامی برای این جهان وجود داره به خاطر اینکه اگه اینجوری باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه پرسش هفتم هفتم این پرسید که کشتی بستن خب ما میدونیم که کشتی بستن یکی از در واقع اعمال بسیار مهمی ازش که در وجود داره ولی خب باز همچنان این پرسش ها هستش که آیا ما باید هر روز کشتی ببندیم و آیا اصلا کشتی بستن که ما میگیم سه دور باید برای کمر بسته بشه و دو گره در جلو و دو گره در پشت برای سده بسته بشه آیا این اصلا عملی واجب هست یا به قول عملی مستحب هستش حالا اینجا در واقع داره این پرسش مطرح میکنیم که کشی بستن به چم یا به سبب چه هست اگر به کشی بستن کلفه بود یعنی پاداشی از آنگاه خران و شتران و اسبان پیشتر به بهش شوند یعنی به بهش میروند که شب و روز هفت بار تنگ به اشکم بسته دارند خب این تشبیه زیاد جالبی نیست به قول معروف به قول علما قیاس ملفاره هستش شون در واقع کشی تشبیه کرده به خران و شتران و اسبان که حالا اون مثلا منظورش اینه که اونا اشکمبه یعنی در واقع به شکم بسته دارن یعنی دارن غذا میخورن و یعنی منظورش اینه که وقتی که دارن غذا میخورن اینو یعنی تشبیه کرده به کشتی بستن که میگم قیاس معرفت فارغ اصلا رفتی نزاره. حالا ببینیم موبت چه جواب میده موبت گفت چیز بیچم یعنی بی علت نیست به, به نادانان و دوش آگاهان دوش آگاهان یعنی دانایان بیچم یعنی سهد بی جهت نماید که ناآگاهند یعنی علت اینکه افرادی ناآگاه میشن یا دانا میشن دلیل داره حالا این دلیلش چیه که چم هر چیز را بدانند و چم هر چیز روشن نیست به تو من روشن کنم ما ایدون گوییم چنان که ما را گروش یعنی همون گروسمان که در واقع لفظی که در گاتا اومده و میگن این گروسمان همون بهشت هستش ولی اشوزرتاش اشاره به بهش باز میگم نکرده این گروسمان یعنی جایگاه نور همون تفسیری که نور در در واقع در فلسفه سهروردی ما داریم میبینیم در حکمت اشراق میگه نور الانوار خب اون نور اما چی میتونه باشه این همین در واقع نوری هستش که در گروسمان هستش یعنی اشوزرتاش در گاتا ها میگه که ما رو گروش به دو بن دهشی یعنی دو بنیاد بی پیمان یعنی بیکران یا نامحدود معتقدیم یعنی منظورش اینه که ما به دو جهان معتقدیم جهان مینوی و جهان گیتوی و این میگیم دو جهان نامحدود است که به آن تن ما خود از آن پیدا شده است بهره هورمزدی روشنی و گرزمان است به همگوشیده ایدون است و هرچه زیر یعنی بالای نیمه تن است چون گوشن یا گوشن و گو... این در واقع در واقع از کلماتی در استفاده میکنیم که در روی یک تا خداوند هستش و در واقع تفسیر اندیشه اینی گفتانی کردار نیک هستش این در واقع منظورش این هستش که ما به اندیشه اینی گفتار نیک و کردار نیک معتقدیم و اعتقاد داریم که انسان ها در صورتی که همت و اخت و یعنی منش نیک گوش یا گوش یا کنش نیک یعنی گفتار نیک و کردار نیک رو انجام بدن در واقع بار به گروسمان میشن یعنی به جهان نورها یا دوباره همون نور انوار میشن جای خرد و جان و اخو و هوش و ویر و آسنو خرد و گوش سونو خرد جای یزدان و امچاسپندان و چون مردم نیمه زبر را هنون گوشده که بهش دارن یعنی پندارن خب این خیلی تفسیرش خیلی طولانی داره میشه ولی باز چون از من صحبت میکنم من این رو در واقع بررسی میکنم <تصفح> <تصفح> یکی پرسیده که نوت ضعیفیه نه دوستان این نوت ضعیف نیست ببینید این کتاب دوباره من توضیح دارم میدم متن پهلوی است یعنی به زبان فارسی میانه هستش زبان فارسی میانه تغییر و تحول پیدا کرد در دوران عرب به زبان فارسی نو ولی گفتیم تا قرون چهارم هجری این کتاب در واقع حدوداً اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم در واقع نگاشته شده و گفتیم که در واقع این خود این رساله رو موبد آزافرنبخ فرخ سالان نوشته که در واقع پاسخی بوده به پرسش های عبالیش که ظاهرا خود عبالیش هم قبلا زرتشتی زاده بوده ولی مسلمان شده حالا من این پرسش ها رو مطرح کرده چون با توجه به این پرسش که داره میکنه ما میدونیم که از آین زرتشتی آگاهی داشته و حتما زرتشتی زاده بوده چون زمان زرتشتی زاده ها در واقع کانورت می‌شدن به مسلمان اسلام و این دقیقا در زمان نسلی هستش که به متن پهلوی موقع نوشته می شده و در واقع با و فرخصادان جز آخرین نسلی هستش که متن پهلوی رو حفظ میکنه چون ما می بعد میتونه پهلوی میره در هند و توسط پارسیان حفظ میشه و بعد از اون هم دوباره در اثر یورشی که در محمود غزنوی انجام میده در چندین نوبت و حتی خود راجای هندی حتی باز خیلی از متون پهلوی در هند از بین میره دوباره اینا مجبور میشن در واقع در کتاب و دارا برمزا اینا به منفصل اومده دوباره اینا مجبور میشن پرسش پاسخهایی از موبدان از و کرمان بکنن در زمینه متون پهلوی دوباره متون پهلوی در واقع برگردانده میشه از مت پهلوی یا فارسی به گجراتی چون در اون زمان پارسی هم به گجراتی حرف میزدن و هنوز هم حرف میزدن و ببینید در چندین وقت رفت آمد میشه بین ایران و هند ببینید چقدر سختی های دشواری بوده که موبدان متحمل میشدن برای اینکه بتونن این آیین حفظ کنن در واقع رشید میگه اگه پارچه نبودن شاید اصلا یه این آین به رفته بود یا حتی اگر اگر زرتشتیانی نبودن که در یزد کرمان استقامت نمی کردند اصلا ممکن این آین 1400 بین 1400 تا 1000 سال پیش بین رفته بود پس ارزش و قبر نیاکان ما کاملا معلوم میشه که با چه بختی در واقع آین رو حفظ کردند و به اینجا رسوندند و پاسخهایی هم که در واقع این فرد داره میده یعنی آزفرم و فرخزادان داره میده های بسیار معقولی هستش یعنی واقعا من کیف میکنم از این ها پاسخها. چون پاسخهایی هستش حالت تشبیه گونه حالت استعاره گونه و در واقع داره تشبیه بینید قابل فهم بشه برای حضار چون مثلا میبینید معمون عباسی که خودش مسلمان بوده و در واقع خودش در واقع اونجا بر بوده در واقع همش تشویق میکنه آذرفرن بقا و شگفت شگفت یعنی شگفت زده میشه از پاسخهایی که معمون عباسی در آخر هر بند داره میاد که در واقع شگفت زده میشه از این پاسخها خب ادامه رو میگم در واقع آخر،, آخر, رساله هستش بندهش که در خود خود بندهش ما میدونیم در بقا. ولی بندهش اینجا منظورشون کتاب بندهش نیستا که اون یکی از اون اوستای ببخشید که مدل پهلوی هست که در رابطه با تفسیر اوستا است تفسیر زنده اوستا این معنی آن و این رو میده چمن که میبینی معنی معنی رو میده و نیمه زیدین هست چه گندی ها این در واقع معنیش اینه که خود بدن انسان رو ما میتونیم تقسیم کنیم دیگه بالا داره و پایین داره قسمت بالا من تشبیه کرده به اعمال نیک چون معمولا مثلا میگیم در قسمت بالای انسان از نظر فلسفی مغز و قلب قرار گرفته که ما میگیم که اعمال نیکو از اینجا تراوش میشه و قسمت پایین یعنی اعمال گندیده انسان در قسمت پایین وجود داره که به حال آلت تناسلی هست و در واقع مخرج هست یعنی اون جایی که در واقع مطفوع ازش خارج میشه این واقعی تشبیه حالا ما نمیتونیم بگیم چرا همچی تشبیهی کرده شاید من مجبور بودم موقع همچی تشبیهی بکنه به این قابل فهم بشه برای مخاطبی که اونجا بوده چون از ادیان مختلف بوده در دربار معمون عباسی حضور داشتن نماینده مسیحی بوده، نماینده یهودی بوده، نماینده اسلام بوده و باید یک جوری تشبیه میگه که برای ادیان سامی قابل فهم بشه خب جای آمیزش و سرگندین گندیدی همان است و گریسته جای اهریمن دیوان داره تشویق می‌کنه که اونم مثلا هم جای اهریمن دیوان هستش و اگر کس آشکار دارنده است بندهش گیرد و به آهو یعنی به ای بر و کشتی سامان کار تعیین کننده هست تنان یا تنها را بدین روی کشتی خوانند چه از تن را به دو کوست یعنی سوی جانب به پیدا شده است جدا کرده است همان گونه چون شما جای نشست را آن جای گومیز ادرار پیدا شده است جدا کرده اید و این همانند دیواری است به میان براسید ممون امیرالمؤمنین و کادی پسندیدند به خوب داشتن رامش بسیار پذیرفتن پس اوایشان به اواله گفتند که شو چه ات یعنی چتو یعنی در واقع نچیگیری که کردن این هستش که خب حالا تو چه جوابی داری در, در قبال این تفسیرات و تعبیراتی که مو به میگه و این آخرین تشویش خیلی جالب این منظورش اینه که خب بدن انسان و وقتی ما تقسیم میکنیم به قسمت بالایی و پایین و میگیم قسمت بالایی در واقع جای نیکان هست و قسمت پایینی جای بدان هستش و همینطور قسمت بالایی میشه جای خوبان و قسمت پایینی میشه جای اهریمنان و دیمان و میگه که دلیل این که ما پرسشش در رابطه کشتی بستن بود بله در رابطه کشتی که چرا ما کشتی رو میبندیم مور جانوران هم این کارو میکنن که ما گفتیم قیاس مالفارقه من میگم کشتی بستن به خاطر این هستش که ما میخوایم دقیقا کشتی کجا بسته میشه؟ روی شکم بسته میشه یعنی جایی که قسمت بالایی بدن از قسمت پایینی بدن جدا میشه چه تشبیه جالبی واقعا من دارم هرچی فکر میکنم واقعا بسیار خردمندانه بوده این پاسخ و در واقع میگه این کشتی داره جدا میکنه خوب رو از بد را نیکی رو از بدی رو اهریمن رو از در واقع او را. و ما کشتی رو در واقع به عنوان یک میان بندی یا اسم معنی کشتی یعنی میان بند. کشتی رو ما به عنوان میانبندی میدونیم که بتونیم که بدی ها رو از خوبی ها جدا بکنیم و مثل یک میزان هست مثل یک ترازو هست که ما میدونیم خوبی ها رو از بدی ها رو در واقع معیار قرار بدیم که چقدر مثلا ما در روز کار خوب کردیم از تو اون تفصیلی هست که معمولا در رابطه با کیسه کرفه سزه میگم ولی همین تصویر هم میتونیم در مورد کشتی هم به کار ببریم یه کشتی سامان یعنی تعیین کننده حد هست تعیین کننده حد خوبی و بدی هست خب <applause> اما در صفحه آخر هم که میگه عریقتا مناظره کردن ب... نتوان یعنی در مناظره در واقع مغلوب شد یعنی عبالیش مغلوب شد در قبال آزافرنبق بق چه حد چند بیش پرسی نیکوتر و روشنتر بیچمیتر یعنی تر بی چارید یعنی پا جواب داد یا پاسخ داد دروند عباله یعنی عبالیش گجستگ یا دروگو کاسته یعنی تخخیر شده شکسته و بسته و صرف سرفکنده و ما تمانند بود انو شهرمان باد آزفرن بخ فرخصادان که گجستگ عبالیش رو شکست داد ایدون باد ایدون ترج باد و ورج و فره افسایاد اف یعنی یعنی اینکه بسیار بزرگی پیدا کرد یعنی حتی مقامش هم در آن زمان بزرگتر شد در دیده در واقع مخاطب از خدای را به امشاسپندان و دیگر ایزدان و زده و شکسته و نفرین باد بان با گناهکک مینو دروند نادان دوشدان فریفتار با دیوان و دروجان و جادوگان و پریان و ساستاران و گناکاران فرجامید به درود و شادی و رامش از حالا من در رابطه این تفسیر قسمت آخر کاری ندارم ولی منظورش این که خب مقام و ارج در واقع آزافران باید بسیار بالا طرف با توجه به پرسش که به پرسش های داد و عبالیش در واقع ناکام ماند نتونست چیره بشه بر موبدم، موبدم. خب، قسمت بعده که نامه هستش که واژه پهلوی که دوستان در حالاتمون میتونن پهلوی در واقع تحقیق بکنن، میتونن واژه‌نامه‌اش رو هم در اینجا بررسی بکنن. که خود خط پهلوی هستش. خب. جلسه به به پایین جلسه طولانی شد. این کتاب بسیار ارزشمند هستش چون در زمینه تفسیر میتونیم بگیم یه متن فقهی تقریبا که دیدیم که در رابطه کشی بسن توضیح داد که چرا ما کشی رو میبندیم در رابطه با خوراک دادن با آتش توضیح داد که چه فلسفه خوراک دادن با آتش چیه در رابطه با فلسفه امان نیکی و بدی چیه در رابطه فلسفه جهان مینوی و گیتوی چیه طبعا هفت پرسش بود دیگه هفت تا پرسش بود البته بعضیا میگویند که این خیلی مفصل هستش حالا خود در واقع دکتر بران فرنوشی هم که در اینجا در واقع اشاره کرده داره میگه که این ابراهیم میرزا نازر که اومده در واقع این رو هم برگردان کرده داره میگه که کل متن ممکن نباشه حالا کار ندارم اون قسمتش ولی همینجا به کافی بودش برای جلسه خب بسیار خرسند هستم که با لایو دیگه در خدمت شما دوستان عزیز بودم یعنی کتاب جالب بوده امیدوارم کتاب تهیه کنم و بخونید و دوستان باز پرسش کردن در رابطه با دین زرتشتی بیشتر توضیح بدیم دوستان من سعی میکنم در لایوی با مستند صحبت بکنم یعنی کتابی اگه هستش من از رو کتاب بخونم به دلیل اینکه در نشست های گذشته ایراد از من گرفتن که چرا شما مستند صحبت نمیکنی نشست که سال گذشته داشتیم و بر همون اساس من دیگه از سال گذشته تصمیم گرفتم که هر نشست رو اگه من صحبتی میکنم مستند باشه یعنی کتاب از روی کتاب من بخونم و در مورد همون در, مورد در روی همون کتاب تفسیر کنم که اینجوری مستند این استناد بکنم به اون متن پهلوی یا متن رسایی که هستش یا متنی که برگردان شد خب بر خوشون هستم و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین ایدون باد ایدون باد